دوره بیکران پاینده ایران خب میدونید جنگ روسیه و اوکراین خیلی سر کرده و تو این چند ماه به خصوص در کشور اروپایی خیلی بحث خیلی از خونه هایی که ما حالا تو همین جزیره قناری میریم بعضی از خونه ها پرچم اوکراین حتی خیلی نه تو جزیره قناری خیلی کم رنگ ولی پرچم اوکراین زدن بحثا در اروپا خیلی سنگینه و اون چیزی که در عموم مطرح میشه حمایت از اوکراینه اما این واقعیت ماجرا نیست ببینید یک سری مسائل هست در جهان غرب در ایران در ایران هم یه سری مسائل هست در علنی هیچ کی خیلی نمیخواد یه سری به خصوص برنامه خود من من تو برنامه که بیشتر تشویق میشم منتها چون برنامه خیلی حساسیه خیلی ها نمیخوان کامنت علنی بزنن پشت صحنه میگن یکیش همین برنامه اخیر و موزگیری اخیر ما خیلی من برای خودم شکاور بود چه حمایت گسترده ای ولی شما فضای مجازی رو که می‌بینید انگار مثلا یک مخالفت جدی با من شده نه به خاطر که کسی که مخالفت میکنن یه چیزی که رو روتین هست اونا با جرأت میتونن بیان یعنی در حقیقت براشون هزینه نداره میان مثلا موزه گیری ولی کسی که بخواد حرف درست بعضی زمان ها تایید بکنه براش هزینه سازه بنابراین سکوت میکنه توی فضای علنی اتفاق در مورد داستان روسیه و اوکراینه ما این اتفاق رو شاهد بودیم در مورد انتخابات 2016 آمریکا تمام نظرسنجی ها میگفتن کلینتونه چرا نظرسنجی ها میگفتن کلینتونه حق هم داشتن آمار هم میگرفتن تفلیا برکی زنگ میزدن مثلا میونه 5000 نفر آمریکایی رو انتخاب میکردن بهشون زنگ میزدن میگفتن به کی میخوای رای بدی طرف پشت گوشی چون شمارش هم معلوم بود اینا میگفتش که خانم کلینتون اما تو دلش ترامپ بود و روزی که میخواست اونجا رای بده اونجا دیگه کسی نمیبینتش اونجا خودش و خوداشه. این حکایت برنامه تلویزیونی منم هستا برنامه رسانه‌ای من شما اگه دقت کنید هر خیلی ها که تو جمع میشینن آقا امیدانا فلان فلان شده است ولی امیدانا هر روز بازدیدش از همه برنامه سازه دیگه بیشتر میشه که گفتم بعد از اون لقب سردار رسانه والا انقدر که دیگه ما برنامه دیگه زیاد حالا هر هم میخواد دیده بشه یا بعد فوشمون بده توی یوتیوب یا بعد بالاخره اولین ویدیویی که میسازه یه تعریفی بکنه یعنی این حکم پدرخواندگی پیدا میشه این برنامه و این بابت اینه که تو جمع دفاع از من هزینه سازه ولی طرف وقتی تو خلوتشه دیگه دنبال این حرفا نیستش که میگه آقا من چی رو بشیرم نگاه کنم میگه امیدانا رو بعد ببینم دیگه الان اعصابم راحت میشه فلان میشه یا امیدانا است که بالاخره در یک حوزه یه حرفی داره یه خاط بالاخره یه ویژگیایی داره امیدانا رو بعد ولی در جمع مثلا مثل توییتر و اینا میگه آقا من الان برم از امیدانا یه کامنت حمایتی بزنم چی میشه چهار تا فوش میخورم حکایت در مورد ترامپ و کلینتون هم این بود و الان رسانه‌های آلمان مشخصاً وبگاه مهمه آلمانی وینر تساین اومده و یک گزارش جالبی از حمایت گسترده مردم آلمان به آقای پوتین داره میگه به شما حمایت از پوتین الان در اروپا هزینه برداره نه هزینه حقوقی بس هزینه حقوقی نیست اون هم شاید باشه اصلا هم کاری به هزینه حقوقی نه طرف تو خانواده‌اش هم جرأت نداره از پوتین دفاع کنه چون اگه دفاع کنه مورد حجمه قرار میگیره بنابراین ترجیح میره سکوت کنه این ما تو این مسئله آزمایش سیاد داشتیم دیگه آزمایشاتی که دیدید دیگه اصلا طرف میارن پنج نفر رو توی اتاق میشونن بعد ازشون یه سوالاتی میپرسن سوالات احمقانه ای هم میپرسن که جوابش کاملا روشنه ولی مثلا چهار نفر مخصوصا یک جواب احمقانه میدن که ببینن واکنش و ریاکشن اون فردی که اطلاع نداره تو این فضا چیست شما اینی بعد دو, س... دو تا سه تا سوال اون فردی که توی بازی نیست و مورد آزمایش قرار گرفته هم صدا میشه با اون چهار نفر دیگه و پاسخهای غلطی که تابلوه رو میده چرا چون همرنگ جماعت بشه در مورد مسئله پوتین الان اینه اتفاقا آمارها داره نشون میده بخش قابل توجهی از مردم اروپا عشق به آقای پوتین دارن عشق حالا واجهش غلطی باشه مثلا چون این وبگاه آلمانی واژه عشق استفاده کرده ولی به هر حال در این اتفاق حامی آقای پوتین هستن. این خیلی جالب بود خواستم علاوه این مسئله بگم بذارید بخشی از مقاله این واقعا نشریه مهم آلمانی رو داشته باشین اصلا تیترش اینه عشق عجیب آلمانیا به روسیه عشق عجیب آلمانیا به روسیه با وجود جنگ در اوکراین حمایت از کرملین بالاست چرا سوال کرده و البته خیلی مقاله طولانیه سوالاتش رو من فقط میخوام بخونم بعد پاسخ که میخواد حالا مطرح کنه چون قضیه رو میکشونه به جاهای دیگه و داستان طولانی میشه رو کار ندارم فقط از جنبه خبریش میخوام این قضیه رو به شما ایزان انتقال بدم ولی اگر مایل بودید تیتر نشریه رو زدم اینا با یک سرچ ساده میتونید از توی اینترنت این مقاله رو کامل بخونید میگه برخلاف تمام لفاظی های رسمی غرب افراد زیادی در آلمان و اتریش هستند که از پوتین حمایت میکنن و سعی میکنن برای این موضوع توضیحی بیابند میگه دولت ها میتوانند تصمیم بگیرند که چه میخواهند اما نارضایتی در میان مردم وجود دارد کامنت ها زیر مقامات در مورد جنگ نشان میدهد که پوتین حتی پس از 24 فوریه در آلمان طرفداران قابل توجهی دارد دلایلش هم حالا بهتون خواهم گفت این تا جایی پیش می روید که بسیاری نه پوتین بلکه زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را مقصر جنگ می دانند. زلنسکی به عنوان عروسک خیمه شب بازی رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن توصیف می شود یعنی توی آلمان میگن آقای زلنسکی عروسک خیمه شب بازی آمریکا و آقای بایدن رسمند میگه این همدردی عجیب با پوتین و روسیه که به ویژه در مناطق آلمانی زبان بسیار زیاد است از کجا میآید علامت سال حالا میگه وارد معقولات دیگه ای میشه ولی من به سوالات دوست دارم با نگاه خودم که یک آشنایی دارم در از دو سه دقیقه جواب بدم ببینید حمایت گسترده مردم آلمان در پنهان حالا البته از حالات پنهان بعضیشون دارن در میان این اولا خیلیش یک بسله شکاوره که دستگاه پروپاگاندا در دنیای غرب از نظر رسانه‌ای فضایی است که مثلا دموکراسی ماهیتش اینه که شما خودت در درون در خلوت خودت خودت, خودت خونسا میکنی یعنی باز ما از نظر حق آزادی بیان بخوایم نگاه کنیم حکومت های دیکتاتوری حتی اگه ما بخوایم بگیم جمهوری اسلامی دیکتاتوره حکومت های دیکتاتوری به مراتب اصلح از حکومت های دموکراتن چرا چون در حکومت های دیکتاتوری با تو برخورد چکشی هم که میشه میزنن تا آخ میگی تو بالاخره لجه این نظام میشینید تو تاکسی فوش میدی نه تنها نظام ها تمام اعتقادات اینا رو شما تو تاکسی میگیرید دیگه میشورید و پن میکنید اینا واقعیت در فضای مجازی هم که دارید میبینید دیگه دیگه چی دلتون نمیخواد بگیرید شما از رهبر مملکت بگیرید تا تمام به حال پیامبر این کشور پیامبر مذهبی پیامبر این حکومت رو یعنی اسلام و همه رو نقد دارید میکنید ولی در حکومت های دموکراتیک کاری باهات میکنن تو در خلوتت خودت خودتو خودت خونسا کنی خیلی خطرناک تر دموکراسی مثل یک داروی شیمیایی میمونه سیستم دموکراسی مثل یک داروی شیمیایی تو رو بیهست میکنه این برای منم جالبه که با وجود این سطح از بیهست کردن ملت آلمان با توجه به این سطح از دموکراسی که در آلمان تزریق کردن به عنوان یک داروی بی اصلا دموکراسی یعنی داروی بیهسی داروی بیهوشی داروی خونساسازی با این وجود شما میبینید در آلمان صداها در میاد حالا چرا دارن از پوتین دفاع میکنن یه بخشش اصلا باید عجیب باشه بخاطر که بالاخره روسیه حمله کرده به خاک آلمان چرا دارن حمایت میکنن نه به خاطر اینکه یک بخشش به خاطر نگاهی است که در کلیت مردم آلمان به جریان جهودیسم دارن و آقای زلنسکی به حال یهودی است و این مسائل یه نگاه پس زمینه ذهنی تو این قضیه دارن اما این باز کم تره دلیل اصلی حمایت مردم آلمان از پوتین بابت موازه است که آقای پوتین گرفته البته یک سری چیز هم از حب به آقای پوتین نیست از بغض آمریکاست آمریکا ملت آلمان رو تحقیر کامل کرده 33 پایگاه نظامی در آلمان داره و خیلی جالبه معاف از مالیات هم سربازای آمریکایی در آلمان این که بخوام برن یه چیزی بخرن شما نمیتونید مالیات مثلا یه دونه آب خوردن میخوای به اینا بدی اگر اون آب خوردن مثلا مثال میگم یک یورو مالیات داره اون یک یورو رو اگه اون سرباز آمریکایی کارتش نشون بده شما نمیتونید بگیرید و قیمت پایین تر بهش بدید و مسئله ای که وجود داره این تحقیر تا جایی بود که در دوران آقای ترام برگشت گفتش که آقا جا آلمانی اگه پول بیشتر به ما ندن ما دیگه بهشون تجاوز نمی کنیم تو خاکشون بمونیم یعنی ملت آلمان از نظر اقتصادی محتاج به تجاوز نظامی آمریکا در خاکش شده خیلی حرفا خیلی سنگین دارم صحبت میکنم مثل یک زن فایشه که مجبوره و داستان اینه که اگه مردی با اون زن فاحشه نخوابه اون زن به نیاز مالی داره و گشنگی میمیره آمریکا سی اس پایگاه وقتی که در آلمان پیاده سازی کرده یعنی چی یعنی تجاوز کردن به آلمان اوکی بعد از هفتاد سال این تجاوز دیگه یکی از نیازهای اقتصادی آلمان شده یعنی اگه آمریکا امروز از آلمان بیاد بیرون آلمان به فشار اقتصادی عدیده ای برمیخوره حالا فارق از بحثای امنیتی و نظامی دیگر و آقای ترام که یک تاجر مسلک بود این قضیه رو خوب میدونست برگشت به آلمانیا گفت ببین اگه پول بیشتر ندی من دیگه به تجاوز نمی کنم و مالیات تجاوز هم هم باید بپردازی که آلمانیا به تتفته افتاده بود یه نکته است یعنی یه کینه ای به حال اون غرور آلمانی علیه آمریکا در کشورش وجود داره یه بخشش از بغض از آمریکاست اینا چیزایی که باید خیلی از مردم بدونن خبر ندارن ولی یه بخش دیگه ای بحث حب از خود پوتینه چرا چون پوتین دست رو یک سری مسائل گذاشته در حوزه خانواده و نگاه لیبرالیسم در حوزه خانواده رو و در مسئله همجنسگرایی رو کامل رد کرده ملت آلمان امروز یه داره خطر رو میبینه ببین شما تضعیف خانواده در آلمان با توجه به اینکه در جنگ جهانی دوم بیشتر مردای آلمانی کشته شدن و خب این یک رشد جمعیت منفی رو براشون داره حالا از همون بخشی هم که موندن اومدن تبلیغ همجنسگرایی و تبلیغ بحثای بی خانوادگی و فساد فحشای خانوادگی رو ایراد کردن حتی شما بیشتر کلوب های سووین که حالا سووین کلوب ها رو اگه خیلی ها نمیدونن چیه کلوب است که زن و شوهرها با همدیگه میرن تو اون کلوب ها و همه با همدیگه دیگه هن. یعنی همه با همدیگه اشتراکی به عضلت میخوام سکس میکنم و بیشترین کلوب, کلوب های سکسی سووینگ در اروپا در آلمانه اصلا کلا بخش قابل توجهی از مردم آلمان این بحث سووینگ براشون به عنوان یک فرهنگ جا افتاده یعنی سکس دست جمعی زن و شوهرا با هم دیگه این زنش میره با اون اون فلا خب این وقتی یه همچین فضایی بشه خانواده منسجم نیست و یک همچین فضایی ازش تولید بچه نمیشه نه این خطره برای همین بخشی از مردم آلمان این احساس خطر رو دارن که آقا جان با من آلمانی چیکار کردن تجاوز کردن به ما که بعد پولش هم بدیم سیاست و پایگاه آمریکاییه در کنارش اومدن بخشی از مردها و زنایی ما رو کشوندن به همجنسگرایی حالا اونایی هم که زن و کشوندن معتادشون کردن به سوزین کلوب خب از این داستان ها ما که بچه نمیتونیم به دنیا بیان کشورمون الان پول ترکا گرفتن ترکای ترکیه یعنی بحثا بسیار عمیقه و شما میبینید که مردم آلمان با توجه به اون پروپاگاندایی که بر همه هوادار اوکراین باشن در اروپا مردم آلمان دیگه علنی دارن میان زیر پستای مقامات آلمانی از آقای پوتین دفاع میکنن چرا چون پوتین در عرصه بین الملل بعد از ایران صداش در مورد بحثای خانواده به شدت بالا رفته که آقا این چه وضعیه که شما راه انداختی تو اروپا این چه فرهنگایی شما دارید این زمانیه ما اعتقادمون اینه آقا هر کی هر جور میخواد زندگی کنه ولی یه زمانی دولت ها تبلیغ میکنن یعنی بحث هم گرایی آقا یه دم جنس من انقدر روشن فکرم تو این زمینا میگم باشه به من چه ولی یه زمانی دولت داره تبلیغ میکنه یعنی به زور جامعه رو داره هدایت میکنه به اون سمت این خیلی واقعا فاجعه است و آقای پوتین قضیه رو فهمید شما الان هم یا همین کلوپ های در روسیه ممنوع نیست میگه باشه هر کسی اگه دنبال این قضیه است بره ولی من به عنوان دولت روسیه نه تنها تبلیغ نمی کنم برنامه فرهنگی هم علیش میذارم در حالا رسانه ملی یعنی دولت ها دولت هایی که مصابت میکنیم باید در رسانه ملی برنامه های فرهنگی علیه معقولات بی خانوادگی و این فساد ها بذارن حالا ما نمیگیم بیان مثل ایران چککشی ببخشید بیان گشت ارشاد و فلان و چه میدونم محدودیت های قوه قهریه بزنن نه ما میگیم اینا بحثه فرهنگی اتفاقا چون الان در ایران هم که قوه قهریه اومده توی داستان مسئله این فسادها در خانه ها رفته و خیلی اتا خطرناک تره و خب حالا خیلی از این دوستان مسئله میگن نه ظاهر جامعه حفظ میشه این ظاهر کردن کردنه اتفاقا خیلی خطرناک داره چون شما نمی‌دونی در خانه ها داره چه اتفاقاتی میفته و چه آسیب جدی چه آتش زیر خاکستری میمونه آشغالو داری قایم میکنی زیر فرش ما میگیم باید در این حوزه ها آی پوتین در این زمینه نگاهش نسبت به ایران دقیق تره آی پوتین به جایی که بیاد با قوه قهریه مقابله کنه با این بحثا اومده داره فرهنگ سازی میکنه و این برای مردم آلمان جذابیت داشته و برای همینه بخش قابل توجهی از مردم روز به روز با همین چیزی که الان این وبگاه آلمانی داره میگه این رسانه مهم آلمانی داره میگه اصلا تیترشه میگه عشق عجیب آلمانیا به روسیه با وجود جنگ در اوکراین حمایت کرملین بالاست حمایت از آقای پوتین بالا و دارن اصلا تعجب کردن چرا دلایلش این قضایاست یکی بغض از آمریکا تحقیری که آمریکا آلمانیا کرده و دیگریش به خاطر مواضع درسته آقای پوتین در مورد بحث خانواده است که بخشی از مردم آلمان اینو با پوست و گوشت و استخون درک میکنن چون آلمان دیگه آلمانی جدی نمیبینی کشور آلمان مال ترکیه است دیگه یه جوری 300 تا فقط ایرانی توی زندگی ترکیه خیلی الان هستن در آلمان مهاجرای گسترده آلمان داره شما از تیمای فوتبالش رو میتونید خطر بحث این نژادی رو در اروپا درک بکنید به من واقعا خواستم اینو یه باستابی بدم که چرا حمایت از آقای پوتین در آلمان و خیلی از کشورهای اروپایی داره بیشتر میشه و این که اگه شما تو علنی نمیبینی دلیل بر این حمایت نیست بخاطر که به صورت علنی فشارها زیاده و طرف میگه آقا من به صورت علنی حمایت نمیکنم که هزینه نپردازم ولی در خلوتش طرفدار پوتینه گفتم یه حکایت برنامه ما هم هست دیگه خیلی ها در همه در خلوت ما رو میبینن ولی همه نمیان علنی از ما حمایت کنن به خاطر اون فشارهایی که وجود داره قربتون برم شب روزگار خوش همتون به اهورامزه ایران میسونم بدرود